بدترین مربی ایران. ببینید چه ورقی امروز اومده. خانم ورق منطقیه. سینگلی ببوست داده. با کسی که تو تیم قادر پناه زیاد حال نمی کنی. به جز خودت مشکل. با سلام و درود خدمت همه دوستای عزیزم، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. ببینید امروز با چه پسر جذابی اومدیم. آقای تلیسچی بفرمایید. سلام علیکی کنید. سلام، در خدمتتون هستم. منو خیلی ناگهانی آوردن، نمیدونم برنامه چیه، ولی میدونم مثلا اینکه فقط ازت انرژی خیلی بالایی میخوام. چشم. و میخوام توی این ویدیو هر سوالی که ازت میپرسم جون عزیزات راستشو بگی. به خدا من اصلا نمیدونستم فیلمبرداریه، یعنی استوری امروز کسایی که دیدنم دیدم. من اصلا سرم تو گوشی بود، یهو بهم گفتن فیلم برداری. مسلما این ویدیو دو سه روز دیگه آره بچا کاملا یهویی این ویدیو و کاملا درباره چیزایی می‌خوایم صحبت کنیم. یه سری ازش سوالهایی می‌خوام بپرسم که جنجالیه، میدونم عاشقش باشی. خب محمد، امروز تو این ویدیو می‌خوام ازت چند تا سوال، اول شخصی ازت بپرسم، بعد راجع به کار رو ازت بپرسم، بعد راجع به کل تیم ازت بپرسم و در نهایت هم از خودم چند تا ازت سوال بپرسم. فقط قبل از شروع شدن سوال ازتون خواهش می‌کنم کانال یوتیوب منو همین الان سابسکرایب کنید و نظرتون هم راجع به این نوع ویدیوها به من بگید. چند سالته؟ 23 سال. مجردی؟ مجرد. مجرد. سینگلی؟ بله. یعنی دوست دخترم نداری؟ نه. تنهای تنها. قابل توجه شما دوستان عزیزی که این موضوع براتون یکی از دغدغه‌های مهم دایرکت‌های ما بود. خب چون زود تنها بینید. چند وقت اومدی تو کار سگ؟ مربیگری، حالا قبلا میدونم کار خرید و فروش سگ هم انجام میدادی و کلا چند وقت اومدی تو این کار؟ بخوای اصولیشو حساب کنی از تایمی که اومدم پیش خودت که میشه 6 سال. 6 ساله. چرا اصلا اومدی تو این کار؟ اصلا من نمیخواستم، اصلا برنامه ریزی نداشتم هیچ. دوست داری تعریف کنی اون روز چه اتفاقی افتاد؟ من اصلا کلا خونه خواب بودم، 3 صبح رسیده بودم خونه، عمق آفرودر بودم، از کویر رسیده بودم. من اصلا نه کاری میکردم نه چیزی، فقط صبح داشتم تو بیابون بودم. رسیدم خونه 3 صبح، محمد 9 صبح بهم زنگ زد. بله. که دقیقاً همینجوری گفتم که یکی رو میخوام که بیاد اینجا کمکم، که یه سری چیزا رو بهش یاد بدم، بتونه حالا مشتری بگیره و مشتریا صحبت کنه. بعد گفتم اوکی، کسی بود بهت معرفی میکنم. بعد دیگه گفت اگه میخوای حالا خودت هم بیا امروز با هم صحبت کنیم، خودت هم ببینم. من اصلا عمق برنامه‌ای نداشتم واسه کار کردن. اومد با دم پای اومد. اون موقع دیگه چیز بود دیگه. بله. بعد از وانت پیاده شی، ماشین آفرودی. آره محمد اینجوری شد، اومد پیش ما تقریبا 6 سال پیش. باحال بود. بیشترین کمبودی که تو زندگیت حس می‌کنی؟ چند تا چیزه. یکیشو بگو. مهم‌ترینشو. اون یه برنامه ثابتی که دنبالشم، که یه برنامه ثابت داشته باشم، یعنی واسه کارم، که هنوز اون برنامه ثابت رو پیدا نکردم. یعنی نمیدونم چیجی بگم. چیجی بگم؟ از وضعیت زندگی الان راضی؟ آره، 100%. آره. اهواز تهران؟ تهران. هر بار حرف میزنیم میگی تهران، میبینم ات. چرا رفتی اهواز؟ شما گفتی برو اهواز. خب من گفت. نخواست بره اهواز. نه، خب میخوام هم من بهت گفتم برو اهواز. چرا قبول کردی بری؟ خب دیگه واسه تیممون بوده دیگه. واسه خودمون بوده دیگه. دبوس داده. من نمیرفتم کسی نمیرم. بهترین فردی که تو تیم قادر پناه وجود داره به جز خودت؟ به جز خودت. به جز خودت مشکات. مشکات، واو. اونو حال کن، مشکات کنم. با کسی که تو تیم قادر پناه زیاد حال نمی کنی؟ من نه، من محمد حالا با یکی کمتر از همه حال میکنم. من حال نکنم اینجوری زیرا بهشو میزنم به خودش نیومده بره. من همه حال میکنم. نه حالا یه نفر که مثلا آخه با همهشون حال میکنم. آخه همه بچه ها خودمونن، کسی نیست که بخوایم بگیم با فلانی حال نمیکنیم، چون ما سر اجبار به کسی رو نگه نمیداریم. همه با هم دوستیم دیگه، داریم ما هم زندگی میکنیم. بزرگترین بدی من محمد قادرپناه تو خیلی درگیر میکنی آدمو. مثلا یه دقیقه میشینی پیش آدم حس میکنه اینو تو باید درگیر شی، بره تو گوشی پی ام زنگ فلان. نه خب بعدی یکی از خصوصیت اخلاقی بدمو بگو. خصوصیت اخلاقی بدت زود قاطی میکنی. قاطی میکنی یهو عصبی میشه. من عصبیام تا ته ادامه میدم.
اوکی اوکی یا مثلا بعضی موقع اگه میگیره ولی بگیره یا الکی تا اون ته ادامه میدی. موافق. یه نکته بعد درباره مجموعه چنج تهران. این چنج نکته بعد نکته بعد واسه چنج گفتم جون عزیزات با نه راست میگم نداره خدایی. به نظرم باکسای پشت بود که واسه مثلا بعضی از نجات مناسب نبود که الان با وجود باکسای سوله به نظرم اینم درست شده. بیشترین همکاری که دوستش داری همکارامو حس خوب ازش داری؟ حمید. حمید دیگه. حمید همین یه دونه بسه. نه یه دونه بعد میگفتم آره میگم آره. حمید اوکی ام ماشاءالله. حمید روت. حمید خالی که شما نمیشناسید. آره. حمید روت سیفی. بدترین مربی ایران اسم ببرم علنی؟ میتونی یه دونه مثلا میدونم آخه ذهنت که نه مثلا یه نشونه هایی بده از کارهایی که میکنه. سگو از ارتفاع میندازه پایین، سگو میمنده ماشین میکشه، سگو میندازه تو باکس، دو تا لیوانیوار مصرف میندازه میگه اگه پاره کرد بیارینش بیرون، اگه پاره نکرد بیارینش بیرون. سگو انداختی تو باکس، سگ تخلیه انرژی نمیشه، عصبی میشه، اگه اونو پاره نکنه چیکار کنه؟ خب بهترین مربی ایران؟ بهترین مربی ایران من خودتو قبول دارم. شاید 100% از شما هم خیلی بهتر باشن ولی من در ارتباط نبودم باشون که بخوام بفهمم. ولی من خودم به قدرت میگم که مطمئنم، البته از رو ادبت بود مرسی، ولی مطمئنم استاد جمشید نوری تاج سر رتبه اول ما در قبال ایشون عددی هستیم. حس استادی رو دیدی شما داری؟ آفر نه کاملا درکت کردم، خواستم اینو خودم هم تو ویدیوم بگم. اگر تو این کار وارد نشده بودی دوست داشتی چیکار بشی؟ من نمایشگاه موتور، ولی موتور نه موتور، موتور سنگی. آره و اینکه موتورهای خاص دیگه، ATV کراس میشن تو این سبک. یه نمایشگاه، یه گاراژ سگ یا موتور؟ خیلی دوست دارم موتور. زن یا موتور؟ موتور. دوست دختر یا موتور؟ بستگی موتورش داره، همه چی موتور، ولی بستگی موتورش هم داره. نمیگه بستگی به دختر داره، میگه بستگی به موتورش داره. موتورش داره. آینده کاری فکر میکنین کجا برسی؟ اصلا میمونی تو این کار؟ آره من که 100% تو این کار 100% میمونم. یعنی اگر شده شغل دوم، سوم، چهارم، هر شغلی هم که بخواد اضافه بشه، شغل اوله این شغل میمونه. ولی آینده شغلی یه چیز شخصی تو خودم نمیبینم. یعنی چیزی که دارم میبینم همش مثلا به این لوگو چنجر یا حالا این تیمه دارم میبینم. یعنی هر چیزی که در مورد آینده میبینم مطمئنا در مورد این تیم میبینم، چیز شخصی نمیبینم. بزرگترین اشتباه صاحبین سگ؟ بزرگترین اشتباهش صاحبین سگ به نظر من اولین اشتباه بزرگ اینه که اصلا اصلا طولگی برای خودشون مربی نمیگیرن، برای خودشون، برای خودشون، نه اصلا برای سگشون. ولی خب اشتباهات ریز و درشت دیگه هم خیلی هست که آدم میخواد مثال بزنه. سوال آخر، چقدر دوست هم داری؟ خیلی. خدایی؟ خدا خیلی. اینو همه میدونن، اینو دیگه همه میدونن. دمت گرم. همه شما گرم. مرسی از اینکه از اهواز اومدی به خاطر این ویدیو. آقای تلسچی بلیت گرفت اومد این ویدیو رو پر کنه، الانم پروازشه. مرسی. مخلصم. دمتون گرم که تا انتهای این ویدیو همراه ما بودین. این خیلی وقت بود معامله ندیده بودیم، خواستیم جلوی شما یه دونه مصاحبه باشه. ولی خب شکر تو کلام علات بدم نیست. اگر حالا ببین اگر همه اوکی باشن میتونید توی کل تیم بدین. آره. کار ادامه بدین. اگر موافقین که با تک تک بچه‌ها بیاریم ببینیم کی از کی بعدش میاد. و اگرم این قرار شد ادامه دار باشه، آخرین مصاحبه میشه مصاحبه خودش که حالا اگه بشه خودم بیام که خیلی بهتره. آقا دمتون گرم که تا انتهای این ویدیو همراه من بودین. همونطور که گفتم کانال یوتیوب منو سابسکرایب داشته باشید. مال منم باشین ندارم آقا. تو... مال محمد داشته باشید. مخلص. ما رفتیم.